مردم میپرسند چرا علی متعال ما را آزمایش میکند؟ چرا پایین نیامد و نگفت که من پروردگارتان هستم، مرا بپرستید؟ چرا همه را مسلمان نساخت و چرا علی متعال برای ما نفس داد تا به واسطه آن گناه کنیم و در نهایت به دوزخ برویم؟ اگر علی متعال میخواست امر را مسلمان میساخت. قرآن عظیم الشان در چندین جا به این نکته اشاره نموده که او تعالی میتوانست همه را با ایمان بسازد، اما قرآن در سوره ملک آیه 2 میفرماید آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارتر هستید. این درست است؟ مثل آن است که شما به من بگویید که میدانیم ما به مدرسه رفتیم، بعد از 10 سال به بررسی هیئت مدیره حاضر میشویم. حال چرا هیئت از ما امتحان میگیرد؟ چرا همه را کامیاب فارغ نمیسازد؟ علی متعال انسان را خلق کرد و به او اراده آزاد عطا نمود. تمام مخلوقات دیگر علی متعال فاقد اراده آزاد هستند جز انسان و جن. ملائک اراده آزاد ندارند، چیزی که پروردگار برایشان امر میکند 100% از آن اطاعت میکنند. اما انسان مخلوق برتر از ملائک است. بعد از اینکه علی متعال به ما اراده آزاد عطا فرمود، اگر اوامر علی متعال را اطاعت کنیم از ملائک برتر هستیم، اما اگر از اوامرش اطاعت نکنیم از ملائک کرده مقاممان پستر خواهد بود. بنابراین او تعالی به ما اراده آزاد عطا نمود و قبل از اینکه به دنیا بیاییم علی متعال از ما پرسید کی میخواهد که انسان باشد؟ اگر نمیخواهید شما را انسان خلق کنم، فقط پاس شده اید. شاید مثل کوها خلق شوید، آنها مسلمان هستند. مثل درختان، آنها مسلمان هستند. مثل حیوانات، آنها مسلمان هستند. مثل ملائک، آنها مسلمان هستند. مسلمان یعنی اراده خود را به علی متعال تسلیم کردند. تمام حیوانات مسلمان هستند. تمام ستارگان مسلمان هستند. تمام نباتات مسلمان هستند، تمام ملائک مسلمان هستند. حال انسان یک مخلوق بی‌نظیر هست، او بهترین مخلوق علی متعال است. پس وقتی علی متعال پرسید کی می‌خواهد که مثل انسان خلق شود، قرآن عظیم الشان می‌فرماید ما انسان‌ها نادان بودیم که گفتیم ما می‌خواهیم انسان باشیم. این یعنی که یا کامیاب می‌شوید و یا اگر به شکل انسان به دنیا آمدید برتری حاصل می کنید. همه ایمان فکر کرده ایم که برتری حاصل می کنیم. این که چه تعدادی از ما این برتری حاصل کرد بعدن خواهیم گفت. پس این انتخاب خودمان بود که علی متعال ما را در مورد امتحان قرار داد. نکته جالب این است که علی متعال قبل از این که ما را به دنیا بفرستد از روحمان اقرار گرفته است. او تعالی از ما پرسید آیا من پروردگارتان نیستم؟ در پاسخ همه گفته ایم بله، ما شهادت می دهیم که تو پروردگارمان هستی. چنانچه در سوره اعراف آیه 172 تذکر یافته است پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانش را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتن آری گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از آن بیخبر بودیم. این به خاطر است که در روز قیامت هیچ کس نگوید من از حقیقت آگاهی نداشتم. و اگر این چیزها را به یاد نداریم به خاطر است که فعلا در امتحان قرار داریم و در جریان امتحان اجازه نقل کردن را نداریم. پس او تعالی ما را به این دنیا فرستاد و این شواهد را از ذهن ما پاک نمود، اما در عوض آن برای ما پیام‌های الهی را فرستاد و برای من قوه ادراک داد تا او را بشناسیم و سپس به عبادتش بپردازیم. پس برای ما اراده آزاد داده شد و فعلا در صحنه امتحان هستیم. پس اگر علی متعال همه را کامیاب نماید، پس من خواهم گفت که علی متعال عادل نیست. اگر علی متعال همه را به بهشت وارد کند، سپس من خواهم گفت که من انسان خوب بودم، دزدی نکردم، صادق بودم. آن شخص دزد بود، زناکار بود، با آن هم با من در بهشت وارد شد. من به علی متعال خواهم گفت چرا این شخص را به بهشت وارد کردی؟ بنان در قرآن سوره نساء آیه 40 فرموده است که علی متعال حتی به کوچکترین پیمانه هم بی‌عدالتی نخواهد کرد.
بنان علی متعال بی نهایت مهربان است. او به ما شانس می دهد، ما را می بخشد، اما در نهایت عدالتش برجاست. پس بر اساس این موضوع ما در صحنه امتحان هستیم. این زندگی امتحانی است برای آخرت. پس ما مخلوق بی نظیر علی متعال هستیم و هدف این خلقت، چنانچه قرآن عظیم الشان در سوره زاریات آیه 56 می فرماید که علی متعال جن و انس را جز برای عبادت خودش خلق نکرد. عبادت یعنی اطاعت کردن از اوامرش. اگر از اوامرش اطاعت کنیم در این امتحان موفق خواهیم بود. در غیر این صورت قرآن می فرماید اگر او تعالی می خواست همه انسانها را مسلمان می ساخت، برایش بسیار آسان است. اما یک مخلوق برتر و بی نظیر هستیم، اگر او را با اراده آزاد خود اطاعت کنیم برترین خواهیم بود.